با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی خیلی ممنون و متشکرم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. خب همونطور که در جریان هستین، تداوم خشم عراقی ها و آتش زدن پرچم ترکیه توسط مردم خشمگین تیتر یک رسانه ها شده. ساکنان استان دیالی عراق با تظاهرات در بعقوبه به حمله مرگبار ترکیه در شهر زاخو اعتراض کردند و در خانقین پرچم ترکیه را به آتش کشیدند. دیاری انور عضو پارلمان منطقه کردستان عراق گفته که کمپین جمع‌آوری امضا در پارلمان این منطقه برای بستن مرز با ترکیه آغاز شده. با تجمع معترضان عراقی در مقابل مرکز ویژه صدور روابط ترکیه در کرکوک، این مرکز بسته شد و معترضان عراقی پرچم عراق رو جایگزین پرچم ترکیه کردند. تظاهرات کنندگان در نجف اشرف و اربیل پرچم ترکیه را از بالای ساختمان‌های کنسولگری ترکیه در این دو استان و مراکز صدور روادید پایین کشیدند. عرض کنم که منابع خبری عراق عصر دیروز از حمله ارتش ترکیه به شمال این کشور و اصابت یک گلوله توپ به تفرجگاهی در منطقه کردستان عراق خبر دادند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که در پی این حمله تعدادی غیرنظامی کشته و چند نفر دیگر هم مجروح شدند. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق لحظاتی پس از انتشار این گزارش خبر رسانه‌ها را تایید کرد و خبر داد که به دنبال این حمله 8 نفر کشته و 23 نفر دیگر هم مجروح شدند. به رغم اظهارات وزیر خارجه ترکیه درباره عدم حمله نیروهای این کشور به غیر نظامیان عراقی، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خبر داده که کارشناسان نظامی این کشور ثابت کردند که حمله از طرف ترکیه صورت گرفته. وزیر خارجه عراق گفته که ما به همراه فرماندهان نظامی چند تن از منطقه کردستان عراق و برخی از اعضای پارلمان عراق به محل حمله رفتیم. این یه فاجعه بود. حمله در میان 500 تا 600 گردشگر صورت گرفته که اکثر آنها اهل بغداد و جنوب عراق بودند. 9 نفر شهید و 31 نفر دیگر هم مجروح شدند. وزیر خارجه عراق در این مورد هشدار داد که اگر مشکل میان دولت ترکیه و حزب کارگران وجود داره، نباید این مشکل به داخل خاک عراق کشیده بشه. برخی از کارشناسان نظامی عراقی ثابت کردند که این حمله از جانب ترکیه بوده. در همین راستا PKK هم حمله به گردشگران عراقی رو گردن نگرفت. PKK اظهار نظر ترکیه مبنی بر اینکه عامل حمله به گردشگران عراقی در منطقه کردستان این گروهک بوده رو تکذیب کرد و گفت ما هیچ نیرویی در این منطقه نداریم و بلندی‌های اطراف این منطقه از سوی ترکیه اشغال شده است. سابرین نیوز هم خبر داد که به دنبال حمله ترکیه به شمال عراق، چند شبکه تلویزیونی ترکیه توسط گروهی عراقی هک شد. نخست وزیر عراق به مناسبت گرامیداشت قربانیان این حمله امروز رو عزای عمومی اعلام کرد. خب با این وجود باید عرض کنم که ترکیه دیگه رسما شده یه اشغالگر مثل آمریکا. دوستان، حالا خوب رهبری در مورد حمله به سوریه به اردوغان هشدار داد که حمله به شمال سوریه برخلاف مصالح ترکیه است و به ضرر این کشور تموم میشه. اگه در مورد عراق هم می بود، قطعا بازم نظر رهبری این می بود که باید به تمامیت ارضی کشورها احترام گذاشته بشه و مسائل با دیپلماسی و مذاکره حل بشه. وقتی رهبری گفتن که حمله به شمال سوریه برخلاف مصالح ترکیه هست، واقعا میشه در مورد همین یه خط ساعت‌ها تحلیل و تجزیه کرد که منظور رهبری چه بوده و چرا این حرف رو زدن. فقط ببینید که اردوغان با سیاست‌های یک بام و دو هوا و بلند پروازی‌هاش چطور ملت‌های منطقه به خصوص اعراب رو با خودش دشمن کرده. توی یه برنامه تلویزیونی یه کارشناس ترکیه‌ای میگه اردوغان حراسی می‌کنه چون می‌دونید وی به دنبال منافع کشورش هست. اینکه ترکیه به دنبال سامان دادن سیاست‌های خود میباشد عیبی ندارد و سیاست همین است. شما با شخصیت اردوغان مشکل دارید. فقط عکس العمل مهمان عرب رو ببینید که چطوری از کوره در میره. به سوال شما پاسخ میدهم، اما بعد از پاسخ سریع به مهمانان شما. اولا من کاملا درک میکنم که چرا در برخی افراد و نگاه ها نوعی اردوغان حراسی وجود دارد. خب اردوغان باید به فکر منافع کشورش باشد. این وظیفه هر رئیس جمهوری است که به دنبال تحقق منافع کشورش باشد. اردوغان همین کار را می کند. بنابراین نباید رئیس جمهوری را که به دنبال منافع کشورش هست سرزنش کنیم. برعکس، باید کسی را سرزنش کنیم که به دنبال منافع کشورش نبوده و فقط به دنبال حفظ مقام و منصب هست. اینکه ترکیه در حال سامان دادن به سیاست‌های خود می باشد عیبی ندارد و سیاست همین است. منطق و ماهیت سیاست همین است.
ننگ بر رئیس جمهوری که کارخانه های حلب را سرقت کرد. ننگ بر اردوغان و پسرش که نفت سرقت شده سوریه را از داعش می خریدند. ننگ بر اردوغان که گاز سوریه را سرقت می کرد. اردوغان رئیس جمهور نیست، سارق قرن است. این فرد رئیس جمهور نیست بلکه یک دزد است. دزد. ما فوبیای دزدها را نداریم. شما با اردوغان مشکل دارید. آره، ما با اردوغان و شخصیت اون یک مشکل نه، بلکه مشکلات زیادی داریم. دکتر حسن در تکمیل نکات آقای بسام، شما به اردوغان حمله کردید، اما ترکیه مهمترین کشور ناتو هست که با دو کشور تحت تحریم آمریکا جلسه برگزار می‌کند. آقای پسکوف هم به این اشاره کرده بود و گویا قرار است یک شبه ائتلاف در برابر ائتلاف‌های جدید منطقه ایجاد شود. شخصا به فردی به نام اردوغان اعتماد نمی کنم، اما ترکیه در تهیه پیشنویس قطعنامه این نشست مشارکت می کند. این مسئله مهم نیست. اردوغان می تونه کاری مثل ترامپ انجام بده و فردا از امضایی که زده عقب بکشه. ببین، اردوغان امروز با پوتین دیدار می کنه، یه چیزی میگه، اما فردا در دیدار با دیگری نظرش رو عوض می کنه. ما با یه شخصیت عملگرای پیچیده طرف هستیم که می خواهد سلطنت عثمانی ها را احیا کند. بنابراین مورد اعتماد نیست و روزها و ایرانی ها این را می دانند. ما با شخصیت اردوغان یه مشکل نه، بلکه مشکلات زیادی داریم. ننگ بر رئیس جمهوری که نفت سوریه رو سرقت و اون رو از داعش خرید. ننگ بر رئیس جمهوری که کارخانه های حلب رو سرقت کرد. اردوغان رئیس جمهور نیست، سارق قرن هست. دقیقاً وقتی رهبری میگن حمله به شمال سوریه برخلاف مصالح ترکیه هست، یکی از دلایل این حرفشون میتونه همین باشه. بیشتر شدن نفرت ملت‌ها علیه ترکیه و اردوغان. دوستان، گفتم در مورد همین یه خط توصیه ساعت‌ها میشه صحبت کرد و من فقط اینجا به یکی از دلایلش بسنده میکنم. شما خودتون تو کامنت‌ها دلایل دیگه‌اش رو هم برای ما بنویسید. رهبری در دیدار اخیر خودش با اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان یه جمله پیامی کلیدی به منطقه و البته جهان فرستاد. رهبری خطاب به اردوغان گفت ما دوست روزهای سخت شما بودیم. تاریخ 15-16 ژوئیه سال 2016 بخش قابل توجهی از ارتش ترکیه در نیروهای زمینی، دریایی و هوایی با کودتا علیه رجب طیب اردوغان تلاش کردند دولتش رو سرنگون و حکومتش رو در دست بگیرن. در راستای انجام کودتا جتای جنگی در آسمان استانبول و آنکارا پرواز کردند و ارتش پل‌های حیاتی از جمله پل سلطان محمد فاتح در استانبول رو به وسیله تانک و سربازها مسدود کرد. طی عملیات کودتا خیلی از خطوط تلفن و اینترنت هم قطع بود و در مقابل حکومت ترکیه واسه مبارزه با کودتاگران از پلیس درخواست کمک کرد. بیانیه ای هم با عنوان نیروهای مسلح ترکیه از تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد با این مضمون که ارتش واسه حفظ دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه اداره امور را در دست گرفته. تو این اطلاعیه ارتش تأکید کرد که روابط خارجی آنکارا با کشورهای دیگه به قوت خودش باقیه و حاکمیت قانون در کشور در اولویت قرار داره. ژنرال هلوسیاکار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه هم توسط کودتاچیان دستگیر شد. رسانه‌های ترکیه گفتن که اردوغان تو مکانی امن تحت محافظت و به زودی یه نطق تلویزیونی خواهد داشت. دفتر اردوغان از ذکر محل نگهداریش خودداری کرد. در روز کودتا گزارش‌ها حاکی از قطع خطوط تلفن در 3 کلان شهر استانبول، آنکارا و ازمیر بود، ضمن اینکه هلیکوپترهای کوبرا بر فراز ستاد فرماندهی ارتش در آنکارا در حال پرواز بود. با این حال اردوغان از مخفیگاهش و حزب عدالت و توسعه از هوادارانش خواست برای حمایت از دولت اردوغان به خیابان‌ها بریزند. با این حال، با وجود برنامه‌ریزی دقیق کودتاچیان و برخلاف انتظار ناظران داخلی و خارجی، کودتاچی‌ها شکست خوردند و اردوغان نجات یافت. اما عزیزان، راز شکست کودتا چه بود؟ واسه اینکه دلیل شکست کودتا رو بفهمیم، باید برگردیم به 16 ژوئن سال 2016. افندی، بجنبید، کودتا. ساعاتی از نیمه شب نگذشته که تلفن یه مقام بسیار عالی رتبه در ترکیه زنگ میخوره. پشت خط فرمانده جبهه مقاومت خاورمیانه و غرب آسیا است که بدون اجازه او سنگی در خاورمیانه جابجا نمیشه. ژنرال قاسم سلیمانی به مقام عالی رتبه ترک میگه افندی، کودتایی در حال وقوع است، بجنبید، و راهنمایی ها و کمک های لازم رو ارائه میکنه. و به این ترتیب رجب طیب اردوغان از کودتایی که یه سرش تو سرویس های امنیتی برخی از کشورهای عرب منطقه و یه سرش هم تو سازمان سیا بود، جان سالم به در برد. عرض کنم که در دیدار دو روز پیش رجب طیب اردوغان با
آیت الله خامنه ای رهبر ایران رهبری پیامی با همین مضمون به منطقه و جهان ارسال کرد. حضرت آقا خطاب به اردوغان یادآوری کرد که ما دوست روزهای سخت شما بودیم. این پیام در سه محور قابل تحلیل دوستان. اول، پیامی مستقیم خلاصه و مفید به رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه نمیشه وی حکومت و حتی جانش رو مدیون فرمانده شهید جبهه مقاومت خاورمیانه و غرب آسیا باشه، اما در این حال با اسرائیل و اعراب منطقه در نقاطی همچون سوریه بر علیه جبهه مقاومت فعالیت کنه. دوم اینکه پیام به تمام کشورهای منطقه هم از دوست و دشمن رسید که قدرت ایران و جبهه مقاومت رو فراموش نکنن. هرچند فرمانده شهید شده و در خاک وطن آرام گرفته، اما جبهه مقاومت زنده و قدرتمندتر از قبل هست. و سوم هم این که پیام به جهان به ویژه آمریکا مبنی بر اینکه قدرت و تصمیم گیر اصلی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا ایران هست و خواست اونا واسه دست کشیدن ایران از منابع قدرتش در منطقه چه به بهانه های برجام چه به هر بهانه دیگه باطل و غیر قابل تحقق هست. حالا دوستان خیلی جالبه که اردوغان شهریور ماه سال گذشته یعنی 1400 هم در مراسم رونمایی از پهباد بیرقدار آکینجی گفته بود که کوچکترین تحرکی در منطقه باید با اجازه ترکیه باشه. اردوغان با بیان اینکه این پهباد یه حادثه غیر مترقبه در سطح جهانی و تیتر اول همه نشریات جهان خواهد شد، مدعی شده بود که هر کس تو منطقه میخواد سنگی جابجا کنه باید از ترکیه اجازه بگیره، در صورتی که تا شب کودتا از توطئه علیه خودش خبر نداشت و اگه تماس سردار شهید نبود چه بسا تو نشست آستانه در تهران یه نفر دیگه به جای اردوغان با ایران و روسیه مذاکره میکرد و اردوغان الان پشت میله‌های زندان میبود. حالا بعد از گذشت چند سال میگه که هر کس در منطقه میخواد سنگی جابجا کنه باید از ترکیه اجازه بگیره. اردوغان بهتره یه نگاهی به گذشته داشته باشه که بدون اجازهش داشتن تو کشور خودش تانک و جت جابجا میکردن و این بیخبر بود و اگه زنگ حاج قاسم نبود به سرنوشت محمد مرسی رفیقش تو مصر دوچار میشد. حالا دوتا پهپاد مونتاژی تو اروپا که دیگه این حرفا رو نداره. در مقابل پهپادی ایران رو ببینه که چه زلزله‌ای تو دنیا به پا کرده. موضوع رو دنبال میکنیم تا ببینیم تا چه اندازه حقیقت داره، چون مشخصا در صورتی که چنین برنامه‌ای در کار باشه شواهد آن را خواهیم دید. در خصوص پهپادهای ایرانی و اینکه همکاری نظامی ایران و روسیه میتونه در چه حوزه‌ای جدی باشه، قطعا در ردیف اول اون پهپادها قرار خواهند داشت. به دلیل آنکه ایران دارای تجربه غنی در توسعه و بکارگیری پهپادها به مدت 30 سال از زمان جنگ ایران و عراق است. به علاوه در دهه‌های اخیر به طور مداوم این حوزه را توسعه داده و در حال حاضر تمامی طیف پهپادها را در اختیار دارند و این شامل مجموعه غنی از موارد قدیمی‌تر مانند ابابیل و پهپادهای جدیداً اصلاح شده شاهد و غیره میباشد. از پهپادهای با برد پروازی کمتر گرفته تا آنهایی که قابلیت پرواز تا هزاران کیلومتر را دارند، مانند پهپادهای جاسوسی و جنگنده. بنابراین به طور کلی در صورتی که کمک ایران واقعا صحت داشته باشد و از آنجایی که پهپادهای روسی در خط مقدم نبرد به تعداد کافی حضور ندارند که نخستین علت آن نیز دوری خط مقدم هست، در صورتی که این کمک صحت داشته باشد تأثیر مثبت آن قابل انکار نیست و اینکه این تأثیر مثبت تا چه اندازه وضعیت میدان نبرد را دگرگون می‌کند نیز بر کسی پوشیده نیست. با وجود اینکه ایران به مانند روسیه تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، چگونه می‌تواند این سلاح‌های پیشرفته را تولید کند؟ با در نظر گرفتن اینکه در واقع دسترسی به میکروچیپ‌های فوق پیشرفته‌ای که روسیه نیز اکنون از داشتن آنها محروم شده است را ندارند. در حقیقت ایران از نظر صنعت نظامی در سطح بسیار خوبی قرار دارد. می‌دانیم که مدت‌ها پیش برنامه هسته‌ای خود را به خوبی توسعه دادند، با اینکه این کشور در ردیف اول جهانی قرار نداشته است. صنعت نظامی ایران به اندازه کافی پیشرفته است و این حقیقت را باید در نظر داشت که نه تنها آنها تعداد بسیاری از انواع مختلف پهپاد را در اختیار دارند، بلکه تجربه جنگی بسیاری در استفاده از این امکانات را در سوریه و عراق و یمن نیز دارند. این ویدیو که در نشست آستانه در تهران گرفته شده رو ببینید که خیلی جالبه. هاکان فیدان رئیس میت یا همون سازمان اطلاعات ملی ترکیه خیلی شیک و مجلسی داره تلفن فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه رو دید میزنه.
اما خدمتتون عرض کنم که رهبری به اردوغان گفتن امنیت ترکیه رو امنیت خودمون میدونیم، شما هم در مقابل امنیت سوریه رو امنیت ترکیه بدونید. عزیزان این ترجمان عمق راهبردیه. در مقابل جمله بایدن در اجلاس جده که به ناتوی عربی گفت با رژیم صهیونیستی یکی بشین و امنیتش رو امنیت خودتون بدونید، جدال دو عمق راهبردی. البته بعیده کسی تو منطقه دیگه طرحهای بایدن رو جدی بگیره، کسی که حتی تو کشور خودش هم رو سلامت روانیش بحث و جدله و مردمش هم دیگه قبولش ندارن. طبق نظرسنجی جدید دانشگاه کوینیپیاک بیش از 60% آمریکایی ها شیوه عمل بایدن رو قبول ندارن و بیش از 70% نمیخوان این آدم برای بار دوم در کاخ سفید باشه، که این میزان در مقایسه با آمار منفی نسبت به ریاست جمهوری دوباره ترامپ حتی 10% هم بیشتره. وبگاه امریکن سینکر هم نوشته بایدن از زوال عقل رنج میبره و این بیماری جلوی چشمان ما در حال پیشرفت است. بایدن اگر برای دوره دوم رئیس جمهور بشه قبل از پایان مأموریتش به مرگ طبیعی خواهد مرد. این وبگاه در ادامه گفته رئیس جمهور ایالات متحده یکی از حمایت شده ترین و محافظت شده ترین افراد روی زمین هست. بایدن حضورهای عمومی محدودی داره که به دقت برنامه ریزی شده، به شدت کنترل شده و به دقت طراحی شده. ما فقط بایدن رو در بهترین شرایطش میبینیم. این احتمال وجود داره که زوال عقل او واقعا به مرحله 5 از 7 ممکن در مقیاس GDS یا افت شناختی متوسط رسیده باشه. در روز انتخابات نوامبر 2024 بایدن به احتمال زیاد هنوز زنده خواهد بود. با این حال تا آن زمان احتمالاً زوال عقل او به اندازه‌ای پیشرفت کرده که برای همه آشکار می‌شد که او قادر به انجام یک دوره دیگر نیست. بایدن تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود به مرگ طبیعی خواهد مرد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. دوستان لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و این ویدیو رو حتماً واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه هم باشین.